بزرگان ما عظمت خود را، عزت و کرامت خود را در اطاعت سنت های رسول الله به امرای محبت می دانستن. یعنی با محبت، با شوق به استقبال تعلیم رسول الله صلی الله علیه و سلم می رفتن. عارفی فرزندش وفات می کنه، وقتی جنازه اش را حمل می کنن، لبخندی می زنه، توسمی می کند، عزیز ازش میپرسن که چرا شما در زمانی که فرزندی را از دست دادید خوشحالید و توسم میکنید؟ میگه من راضیم بر فیصله الله تعالی، این امر خداوند متعال، از این جهت من با لبخند امر الله تعالی را استقبال میکنم. اما وقتی متوجه می شود که این لبخند، این تبسم برخلاف تعلیم و سنت نورانی رسول الله صلی الله علیه و سلم است، نادم می شه، بعد پشیمان می شود و توبه می کنه. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما تعلیم داده است، وقتی که فرزندان را شما در آغوش میگیرید، فرزندان را ببویید، فرزندان را ببوسید، فرزندان را نوازش کنید. در روایت که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی فرزندش ابراهیم را در آغوش میگرفت، بوسه میزد بر اون، اون را میبویید، اما وقتی بهش خبر رساندن که ای محمد صلی الله علیه و سلم، ابراهیم شما سکرات موتش فرا رسیده است، دارد جان میدهد، اون را در آغوش میگیره، نگاهی میندازد بر ابراهیم خودش که دارد جان میدهد، چشمان مبارک پر از عشق میشوند. و اینجا هست که میفرماید انا به فراق که یا ابراهیم لمحزونون، ما به اینکه شما را ابراهیم از دست میدهیم غمناکیم، غم بر ما بالاخره آمده هست با نبودن شما. عارف این تعلیم رسول الله را میبیند و ظاهرا اون تصنع به اصطلاح اون حالی که خودش برای خودش درست کرده از اون پشیمان میشود.